یکمین روز اسفند ماه برابر با 20 فوریه سال 1206 خورشیدی برابر با 1828 میلادی، امضای عهدنامه ترکمنچای بین فتحعلی شاه قاجار و پاسکوویچ روسی. به موجب این معاهده ولایت ایروان و نخجوان به روسیه واگذار شد و مرزها معین گردید. علاوه بر غرامتی که ایران پرداخت کرد، حق کشتیرانی در دریای خزر مجدداً برای روسها تایید شد. به علاوه اتباع روسیه در ایران از حقوق کاپیتولاسیون و مسئولیت قضایی برخوردار شدند. این امر حق اجرای مجازات نسبت به اتباع روس را که در ایران مرتکب جرم می شدند از دولت ایران می گرفت. پیشروی روس‌ها در امور داخلی ایران به حدی رسید که تقریباً اختیار محاکمه از دست دولت ایران سلب شد و استقلال قضایی کشور محدود گردید. دولت روسیه در ازای گرفتن همه این منافع ملی از کشور ایران، تنها از ولیعهدی عباس میرزا و رساندن او بر تخت سلطنت حمایت می‌کرد. سال 1345 خورشیدی برابر با 1967 میلادی، افتتاح کمیسیون حقوق بشر وابسته به سازمان ملل در ژنو. مجمع عمومی سازمان ملل متحد پس از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر، اعلامیه‌ها، میثاق‌ها و قطعنامه‌های متعددی را در مورد موضوعات متفاوت حقوق بشر به تصویب رساند. تا پیش از این موضوعات مربوط به حقوق بشر در کمیته سوم این مجمع مورد بحث و بررسی قرار می گرفت و قطعنامه‌های آن برای تصویب نهایی به مجمع عمومی ارجاع می شد. نهاد دیگری که بر رعایت حقوق بشر در سازمان ملل متحد نظارت دارد، شورای اقتصاد و اجتماعی است. فصل دهم منشور سازمان ملل متحد تماماً به تأسیس، وظایف و آیین کار شورای اقتصادی و اجتماعی اختصاص داده شده است. ارگان‌های تابعه شورا که به موضوعات حقوق بشر می‌پردازند، عبارتند از کمیسیون حقوق بشر، کمیسیون فرعی ارتقای حقوق بشر و کمیسیون مقام زن. کمیسیون حقوق بشر یکی از 7 کمیسیون کارکردی شورای اقتصادی اجتماعی بود که در واقع از ارگان‌های اصلی مبتنی بر منشور سازمان ملل در زمینه حقوق بشر به حساب می‌آمد. کمیسیون حقوق بشر عهده‌دار رسیدگی به موضوعاتی بود که از سوی مجمع عمومی یا شورای اقتصادی اجتماعی به آن ارجاع می‌شد. از جمله آنها بررسی اتهامات نقض حقوق بشر و رسیدگی به شکایات بود. علاوه بر این، کمیسیون با سایر ارگان‌های ذی‌صلاح سازمان ملل و سازمان‌های غیر دولتی که در زمینه حقوق بشر فعالیت دارند نیز همکاری می‌کرد. همچنین تعیین گزارشگران ویژه حقوق بشر، اتخاذ تصمیم در مورد چگونگی وضعیت حقوق بشر در برخی از کشورهای، ارائه پیشنهاد توصیه‌ها و گزارش‌های تحقیقاتی در زمینه مسائل حقوق بشر و ارسال گزارش‌ها و تصمیمات به شورای اقتصادی و اجتماعی و از آن طریق به مجمع عمومی سازمان ملل متحد از جمله وظایف این کمیسیون بود. کمیسیون حقوق بشر در واقع یکی از 7 کمیسیون کارکردی شورای اقتصادی اجتماعی بود که از ارگان‌های اصلی مبتنی بر منشور سازمان ملل متحد در زمینه حقوق بشر به حساب می‌آمد.